سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و گرامی و خوشحال هستم که خداوند به همه ما فضل رو بخشیده که یک بار دیگه در این سال نو، مخصوصاً ابتدای سال نو، در خدمت شما عزیزان باشیم. بررسی شاخهای مسیحیت عنوان برنامه است که با برادر بسیار عزیز و گرامی، معلم کتاب مقدس، برادر آرمان رشدی داریم. دوستان عزیزم، من هم سلام گرم خودم رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم و امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. همونطور که میدونید برنامه ما زنده هست و همراه با شما عزیزان خواهیم بود در 90 دقیقه آینده و خوشحال میشیم که در ارتباط با موضوع برنامه اگر سوالی دارید، نظری دارید، دیدگاهی دارید، حتما با ما در میان بگذارید. بله، خیلی ممنون از شما سلی عزیز و ضمن عرض سلام برای به شما برادر عزیز آرمان و خوشحال هستم که از هفته گذشته تا حالا، گرچه مقدار طولانی شد، ولی خوشحال هستم که باز در این برنامه هستیم، در ادامه برنامه بررسی شاخهای مسیحیت، اما بخش هفتم آن. خیلی خیلی خوش اومدید و همچنین سالی عزیز رو سلام عرض میکنم. بله، منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. بسیار عالی برادر آرمان عزیز. اگه اجازه بدید من برگردم به بینندگان عزیزمون، چون که شاید بعضی از بینندگان متوجه نبودن یا امشب برای اولین بار دارن این برنامه رو نگاه میکنن. حتما متوجه شدید که طبیعتاً ایمان و باور مثل باورها و ایمانهای دیگر یک درختیه که شاخهای مختلف داره. همچنین هست در ایمان به مسیح و شاخهای مختلف رو، برای همین موضوع هستش که با برادر عزیزمون داریم، برادر آرمان، اونا رو بررسی میکنیم. من فقط برادر آرمان با اجازهتون خیلی سریع نکاتی رو که حداقل هفته گذشته رو داشتیم، چون که موضوع خیلی مهم بوده و هفت جلسه داشتیم، یعنی امشب جلسه هفتم هستش، شما عزیزان 6 تا جلسه قبلی رو میتونید در یوتیوب به راحتی پیدا کنید. کافیست که اونجا بزنید بر همراه با شما برادر آرمان رشدی و تمام این برنامه‌های زیبا در اونجا هستن و حتی نه فقط خودتون ببینید، میتونید به دوستانتون هم اونها رو بگید که تماشا کنن. ما خیلی اجمالی سری برم به اصل مطلب. گفتیم که این مجموعه هدف داره و هدف این مجموعه اینه که ما رو از ابهامات و هر چیزی که در اونجا وجود داره، تاریکه به قول معروف، ما رو بکشونه بیرون. و برادر ما خیلی عالی اینا رو توضیح دادن، تعریف سنت، روش، طریقه‌ای که به صورت گفتاری به از رسولان به پدران کلیسا رفته و همینطوری صحبت کردیم که آیین‌های مهمی در کلام خدا بوده، مثل تعمید آب و شام خداوند یا عشا ربانی که بهش میگیم، ولی بعدا دیدیم در بعضی از شاخهای دیگه 5 تای دیگه به اونها اضافه کردن و همچنین ادامه دار اینها رو رفتیم تا اینکه دیدیم که درخت این سنت شد مثل تزییناتی که روی درخت کریسمس که قبلا داشتیم همینجا کنار من بود، هر کس هم اومد یه چیزهایی در اونجا اضافه کرد. تا اینجا با برادر آرمان عزیز اینها رو به مفصل صحبت کردیم، اما در این راستا برادر آرمان عزیز شما چیزی دارید اضافه کنید در همین خیلی خلاصه وار من یا نه همین ها بله بودن. اوکی. بله حالا ما این رو بحث کردیم که دیدیم یه قسمت این بود که این درخت سنت در لابلای تزیینات افراطی یه گمشدگی داشت و گم شد. مثلا این هم اشاره کردیم، مثل اعترافات نزد کشیشان و این هم گفتیم که ممکنه از رساله یعقوب گرفته شده باشه که میگه نزد یک دیگر به گناهانتون اعتراف بکنید و تفسیرهای مختلف آن. ولی سوالی که من میخوام امشب از شما بپرسم و وارد این بخش هفتم بشیم، معمولا رقابت ها هم کم نیستن، درسته؟ در شاخه ها و غیره، با توجه به اینکه ما میدونیم روم غربی و روم بیزانس در شرق، اینها رقابت هایی هم در بین خودشون به وجود اومد. آیا این وجود داشته و چه تأثیری گذاشته بر این شاخه های مسیحیت امروز ما؟ خب اثر فوری و آنی که داشته و در قرن 11 به اوج خودش رسید اینه که این دو کلیسا، یعنی کلیسایی که مرکز شهر روم در ایتالیا بود و کلیسای شرقی که مرکز شهر قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی باشه، اینها همدیگر رو تکفیر کردن در سال 1054 و در اثر این تکفیر به مدت حدود 1000 سال این دو کلیسا
از هم جدا بودن. در غرب خودشون رو کاتولیک نامیدن، یعنی در برگیرنده کلمه لاتین کاتولیک، کلمه لاتینی یعنی همه رو در بر میگیره، یعنی جامعه میتونیم بگیم جامعه. یعنی هر کسی که خودشو مسیحی میدونه اجباراً و الزاماً جزو این کلیسا است. شرق هم خودشو کلیسای ارتودکس نامید. ارتودکس کلمه یونانیه به معنی اعتقاد درست یا راستین. خب اونطور که امروز مصطلح دانشمندان ایرانی میگن. و این ادامه پیدا کرد تا اواخر قرن بیستم که پاپ ژان پل دوم این جدایی رو شکست و این دو کلیسا با هم اعلام اتحاد کردن. بله این اثر یعنی اوج تاثیر این رقابت ها بود. یعنی در اصل اینطوری میتونیم بگیم که غرب بیشتر این رو شروع کرد، درسته؟ چون که پاپ از این ور، درسته، از روم که غرب باشه به اصطلاح ایتالیا، این رو قبول کردن که این تکفیرا یا هرچی بود رو بیارن برسونن به رفاقت، به جایی که مناسب باشه. حالا در این راستا، در این رقابت‌های سیاسی و که در بین غرب و شرق بود، حتما یه جدایی‌هایی هم به وجود اومده بود. شما فرمودید 1000 سال کم نبوده. بله. ولی نکته‌ای که باید در این زمینه از یاد نبریم اینه که قلمرو کلیسای شرق یعنی ارتودکس رفته رفته کوچکتر شد به خاطر فتوحات اعراب مسلمان. یعنی خب تمام خاورمیانه یعنی سوریه، عراق، اردن، قسمت‌هایی از عربستان و خود ایران، خب این در این مناطق یا تماما مسیحی بودن مثل سوریه امروز، عراق امروز، یا مثل ایران دوران اشکانیان و ساسانیان مسیحیت خیلی گسترش پیدا کرده بود. مصر، لیبی، مراکش، تونس و تمام شمال آفریقا مسیحی بودن. طوری که آگوستین، قدیس آگوستین که یکی از پدران بسیار برجسته کلیساست، در شمال آفریقا زندگی میکرد. یعنی آفریقایی بود. خب تمام اینها از بین رفت. در جاهایی که مسیحیت باقی موند مصر بود. که هنوزم 10% جمعیت مصر مسیحیان قبطی هستند یا بعضی ها میگن قبطی. و در سوریه مسیحیان مارونی یا سوری سوریانی باقی موندن. در عراق مسیحیان کلدانی و آشوری باقی مونده بودن که الان نمیدونم با این اوضاعی که پیش اومده خیلی وضع خرابه. میشنوم که متاسفانه اکثرا مهاجرت میکنن و واقعا نمیدونم تا 10 سال دیگه اصلا در خاورمیانه مسیحیت ارثی موروثی دیگه باقی خواهد موند یا نه. نمیدونم. خب در واقع کلیسای ارتودکس شرق خیلی کوچیک شد. و بعد ما میبینیم که در قرن از قرن دهم و یازدهم به بعد ترکان سلجوقی حمله کردن و هم خلافت اعراب مسلمان رو به دست گرفتن و هم آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی رو از دست امپراتوری بیزانس در آوردن. یعنی امپراتوری بیزانس و کلیسای ارتودکس محدود شده بود به شهر قسطنطنیه، یعنی همون استانبول امروزی. در نتیجه وقتی هم که فرمودین این دو کلیسا همدیگر رو تکفیر کردن، یعنی گفتن که آقا تو اصلا مسیحی نیستی، خب طبیعتاً نمایندگان واتیکان از موضع قدرت صحبت می‌کردن. چون تمام اروپا تقریباً کاتولیک بودن، درست، پیرو کلیسای روم بودن، نه قسطنطنیه، درست. خب یعنی به قول امروز جوان‌ها اصلا کلیسای ارتودکس عددی نبود. بله. آره.
که به حساب عددی نبود. و در ضمن نباید فراموش بکنیم که در قسطنطنیه یا روم شرقی بیزانس پاتریارخ کلیسا از طرف امپراتور بیزانس تعیین میشد، یعنی کلیسا زیر قدرت سیاسی قرار داشت، در حالی که در غرب برعکس بود. این پاپ ها بودن که پادشاهان رو تعیین میکردن و تبدیل شده بودن به یه قدرت سیاسی که هفته پیش من یه اشاره‌ای کردم که چطور بربرهای ژرمن، فنلاندی، نروژی، سوئدی اومدن پایین و فرانک ها که همون فرانسوی های امروز باشن و کلیسا اینها رو مسیحی کرد و گفتم که یه تبادلاتی صورت گرفت. اونها کلیسا اونها رو مسیحی کرد، ولی برای مسیحی کردن اونها یه سری چیزها رو فدا کرد. مثلا کاری که کرد این بود که برای تعلیم دادن به این افراد بی سواد از مجسمه ها و نقاشی ها استفاده کرد و این یه امر مقدس باقی موند. بدونی که کسی یادش بیاد که آقا از اول هدف این نقاشی ها مجسمه ها یه چیز دیگه بوده. امروز دیگه مورد نیاز نیست. خب حالا میرسیم با این صحبتی که راجع به قدرت پاپ ها، قدرت سیاسی پاپ ها در نسب و عزل پادشاهان، یعنی مقرر کردن یا برکنار کردن پادشاهان در اروپا داشتیم، یه نکته جالب و مهم پیش میاد که برای دوستان ما در ایران، هموطنان برادران مسلمان ما همیشه سؤاله و اون چیه؟ جنگ‌های صلیبی. خب من قبل از اینکه به جنگ‌های صلیبی بپردازم یه نکته رو باید اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که چرا پاپ‌ها اینقدر قدرت داشتن. چرا؟ علتش چی بوده؟ خب علل مختلفی هست، علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم. ما امروز وقتی به عقب نگاه میکنیم همه چیز رو با عینک امروز روزگار خودمون نگاه میکنیم. خب ببینید امروز مثلا 20 سال پیش که دخترتون به دنیا اومد، شما اولین کاری که کردین چی بود؟ اونو بردین پیش پزشک. پزشک اولین کاری که تو کرد چی بود؟ یه سری واکسن زد. من یادم من بچه‌هامون تو ایران به دنیا اومدن ما میگفتیم واکسن سگانه. که دیفتری و از این چیزاست شامل بودن. درست. ببینید امروز من تا حالا نشنیدم یه بچه زیر یک سال مرده باشه. خیلی کم تو غرب ها یا تو ایران خودمون تو شهرهای بزرگ. چرا؟ چون بهداشت خیلی زیاد شده. ولی من میدونم که مادر خانم خودم که این ماجرا مال 60-70 سال پیشه 10 بار زاییده ولی 6 تا بچه باقی مونده. این مال 1000 سال پیش نیست. این مال خب یعنی ببینید اون موقع اصلا وضع یه جور دیگه بود. ما امروز میدونیم که نباید بترسیم. تنها کاری که باید بکنیم چیه؟ ببریم دکتر واکسن بزنه. ببینید چقدر فلج اطفال بود. حالا مثلا من شما به حال یک کمی سنتون بالاتره، من از سالی خانوم میخوام بپرسم. سالی خانوم شما آبله شنیدی؟ میدونین چیه؟ چیه؟ واکسنش رو میدونم که نه بزن. واکسنش نه، خود کسی که آبله میگیره چه جوریه؟ دیدین تا حالا آبله؟ نه اون آبله موغونه که میزنه نه نه صورت. ولی آبله میدونم که مرگاوره آبله، اگه اشتباه نه ممکنه بوده. ولی کسی که آبله میگیره تمام صورتش سوراخ سوراخ میشه. سوراخ خاله مرحوم من آبله داشت.
و ما بچه بودیم میگفتیم این چرا اینطوریه؟ یا مثلا تا حالا دیدید کسی سالک داشته باشه؟ بله سالک رو دیدید. سالک رو دیدید؟ بله. خب در قدیم تا 50-60 سال پیش نصف مردم سالک آره. داشتن دقیقا. یه سوراخ انقدی تو صورتشون بود. خب امروز دیگه اصلا این چیزها نیست. بله. دیفتری، حسبه، اینا دیگه نیست. چون پیشگیری شده دیگه. یعنی تو کشورهای پیشرفته و در ضمن تو کشور خودمون دیگه اینها ریشه کن شده. ولی 100 سال پیش، 1000 سال پیش مردم برای در امان بودن از این بیماری هایی که امروز اصلا ما به فکر ممکنه اصلا یه نسل دیگه سالی خانم دیگه اصلا اسم این بیماری ها رو نشنیده باشن. خب دقیقا فقط میبایستی به خدا پناه میبردن برای اینکه بارون سر وقت بیاد میبایستی به خدا پناه میبردن برای اینکه جون بچه هاشون و خودشون در امان باشه میبایستی به خدا پناه میبردن خدا را هم کجا میشد پیدا کرد؟ در کلیساها دقیقا. و طبق تعلیم کلیسای کاتولیک شما این برکت الهی و این حفاظت رو کجا میتونستین پیدا کنین؟ در اشیاء ربانی. خب حالا این یک اسلحه بسیار قوی در دست کشیشان و پاپ ها بود. یعنی اگر پادشاهی یک کمی پاشو میذاشت رو دم پاپ پاپ تکفیرش میکرد و میگفت اشیاء ربانی نداری آه. یعنی تو میری جهنم تمام شد و این ببین برای مردم اون زمان ترساور بود ما نباید مردم اون زمان رو با خودمون مقایسه کنیم امروز چرا کسی دنبال خدا نمیره؟ میدونید چرا؟ چون میگن خب آخه احتیاجی نداری کشاورزی مدرنیزه است اصلا بارون هم نیاد خب بیماری ها همه چیز در اختیار ما هست دیگه هر چی بگید همه چیز هست دیگه توکلشون از خدا کاملا بریده شده دیگه نیازی نیست مثلا تو همین انگلستان اگر شما میرید توی کلیسایی و میبینید یه جوونی اومده و قلبش رو به مسیح سپرده یعنی واقعا خدا رو دوست داره دقیقا. از ترسش نیومده تو همین مملکت تا 50 سال پیش روزای یک شنبه همه میرفتن کلیسا دیگه عادت شده بود بعد یواش یواش گفتن خب بریم که چی ما که دیگه احتیاجی به خدا نداریم همه چیزمون رو علم فراهم کرده پس امروز اگر کسی میره به کلیسا در این کشورهای غربی بخواد که واقعا خدا رو دوست داره بله تشنگی احساس میکنه از روی ترس نیست این اسلحه سیاسی پاپ ها بود و کلن میتونیم بگیم هر مذهبی بله هر مذهبی که مردمش واقعا به این چیزها اعتقاد دارن و خدا رو به خاطر ترس دوست دارن حتما حرف علمای دینیشون رو قبول میکنن بله بله آمین و خیلی جالبه برادرم در این صحبتی که میفرمایید امروزه حتی ممکنه بعض یه اتفاقات دیگه هم بیفته مثلا ممکنه بعضی ایمانداران اتفاقا از خادمینشون یا شبانانشون بیشتر بترسن تا خدا اینم ممکنه یعنی باشه هر ما در قرن 21 داریم صحبتشون میکنیم حالا بنا به دلایل بسیار بسیار زیادی ولی در این راستا حالا من این یه پارانتزی رو باز بکنم تا بحث دیگه هم رو شروع کنیم که مطمئنم حالا خواهیم رسید به جنگ های صلیبی که همیشه جنجال بوده توش ولی خب مطمئن هستم که این رو به بینندگان عزیزمون توضیح خواهیم داد که بدونن جریان چیه هر چقدر من از همسایه‌ام بدم بیاد هر چقدر ولی وقتی که ببینم تحت واقعا ظلم و ستم هست درسته ناراحتی هست دارن به هر حال میکشن کشت و کشتار هست
به هر حال ممکنه یه کاری بکنم، نه اجلالا مسیحی باشم، بالاخره یه کاری انجام بدم. حالا سوال من اینه که دقیقاً می‌بینیم که کلیسا در اصل در شرق تحت جفا بود. زمانی که این ور همه چیز خوب بود در قوت و قدرت، آیا هیچ وقت شد که آخه اینا فکر بکنن که این برادران عزیز ما هستن، اینا ایمانداران ما هستن، بالاخره همه ما داریم یه خداوند رو در ایمان میپرستیم، آیا شد که به اینا کمک کنن در اون جفاهایی که خب حالا از طریق ادیان دیگه در بر اثر یورش ها، حملات و غیره، یا نه، یا اینا گفتن که لابد شما چون که از ما پیروی نکردی تنبیهتون هم میبینه؟ بله. تصور نمی‌کنم. یعنی تو کتاب‌هایی که من خوندم چنین چیزی نیومده. ببینید در قرن هفتم، خب سال هجری از سال 621 میلادی شروع میشه که 10 سال بعد از رحلت پیامبر اسلام خلفا شروع کردن به تصرفات خودشون. قرن هفتم. ببینید در اون قرن خود غرب، یعنی کلیسای واتیکان و پاپ ها، درگیری های خودشون رو تو اروپا داشتن با بربرها. ببینید، یعنی دیگه مجال این نبود که اینا راحت نشسته باشن و بگن خب حالا مثلا اعراب دارن یکی یکی کشورهای سرزمینهای مسیحی رو فتح میکنن و مسیحیت در غرب، در شرق داره از بین میره. بله. چون اونا خودشون درگیر بودن. بله. طوری که در سال 760-70 الان یادم نیست، اعراب تمام اسپانیا رو فتح کرده بودن که هیچ، تا نصف فرانسه، تا شهر تور جلو اومده بودن. بله. یعنی اصلا نزدیک بود که تمام اروپا تحت تصرف اعراب در بیاد. بله. و یکی از پادشاهان فرانسه به اسم شارل مارتل، یعنی همون چارلز بله. چارلز چکشی اینها رو در شهر تور، نزدیک شهر تور، وسطای فرانسه است، شکست داد و عقب روند. و فقط نیمه جنوبی اسپانیا تحت تصرف اعراب باقی موند. اگر فیلم السید رو دیده بله. باشین، فیلم قدیمی السید، بله. دقیقاً مال قرن 11 و جنگ بین مهاجمین اعراب از شمال آفریقا به اسپانیا رو نشون میده و این فیلم خیلی آموزنده است از نظر تاریخی. خب در این حالت غرب اصلا نمیتونست به شرق فکر کنه، مشکلات خودشو داشت با بربرها، جرمنها، سوئدیها، وایکینگها، اینا، مثلا همین انگلستان خودمون بله. که انگلیسی نبودن بله. زبونشون این نبود. این مال قرن 11 که آنگلو ساکسون ها بله. که برادران جرمنها باشن، این مملکت رو که مردمانش سلت بودن، در فرانسه هم مردمانش سلت بودن، یه زبان دیگه ای که الان تو ویلز به اون زبان صحبت میکنن هنوز، و اصلا قیافه هاشون هم فرق داره، بیشتر شبیه ما ایرانیان. این موبورا اینا همه مال شمال اروپا. خب آخه غرب وقتی خودش آلردی به قول انگلیسی ها در مشکله و خودش باید با اینا سر و کله بزنه، چطوری میتونست به شرق کمک کنه؟ خیلی ممنون. ولی بریم سر مسئله جنگ های صلیبی. اما قبل از اینکه بریم به جنگ های صلیبی، اجازه بدید که بریم به سلی عزیز و بینندگان از اون لحاظ. آره، از اون لحاظ این جنگ ها همیشه هستش. مرسی برادران من عزیز برای توضیحات بسیار عالیتون. ما امروز چیز نداریم، خسته شدید بره، کلیپ نداریم. چرا خواهیم داشت، یه تنفس کوتاه خواهیم داشت. سلی جان بفرمایید. مرسی من. بعد هم چه شباهتی دیدین بین من و جنگ های صلیبی؟ هرگز هرگز، گفتیم برسیم به شما. مرسی ممنون. دوستان عزیز تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با سوالات و نظرات شما خوبان، با ما همراه باشید. من خیلی
دوستان عزیزم، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در یک برنامه دیگه و با موضوع بررسی شاخه های مسیحیت در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونین قسمت هفتم رو داریم با شما عزیزان امشب و با برادر آرمان عزیز، و خوشحال میشیم اگر شما هم سوالی دارید، نظری دارید، با ما در میون بگذارید از طریق راه های ارتباطی، از طریق فیسبوک همراه با شما و همچنین ایمیل آدرس همراه با شما، تلگرام، وایبر، اسکایپ و تلفن‌های برنامه میتونید با ما مستقیما در تماس باشید. و اگر سوالی دارین در این مورد که در واقع مربوط میشه به موضوع برنامه، حتما من سوالات شما عزیزان رو ارائه خواهم داد و از بعد آرمان خواهم پرسید. همچنین فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید تا در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا باشیم. خیلی خوش آمد میگم بهتون بازم برادر آرمان. مرسی. و من آبله و آبله مرغون رو دقیقاً، من آبله رو ندیدم ولی دیدم که هنوز واکسنش رو میزنن و جاشم میمونه جای واکسن. من حتی دخترم هم اولین واکسنی که بهش دادن واکسن آبله بود و هنوز جاش مونده کوچولو. و خدا رو شکر که واقعا این بیماری ها دیگه از بین رفت و داره از بین میره. خب بعد اما من بریم سراغ سوالات دوستانمون. من میخوام یک سوال رو در واقع دوباره از شما بپرسم. میدونم که شاید توی این هفت جلسه حداقل پنج بار بهش اشاره شده، ولی خب دوستان عزیزی هستن که هنوز ممکن هست که برایشون جا نیفتاده یا اینکه تازه بیننده برنامه ما شدن ده. و فرح عزیز هم پرسیدن که معنی شاخه‌های مسیحیت رو نمیدونن، گفتن اگه میتونین خیلی ساده فقط توضیح بدین ده. که در واقع این معنی که ما داریم میگیم بررسی شاخه‌های مسیحی، یعنی شاخه‌های مسیحیت دقیقاً ده. چی هست ده. ممنون میشم. بله، خب خیلی از دوستان ما در ایران یا در خارج ایران میپرسیدن که فرق بین کاتولیک ها و پروتستان ها چیه؟ بله. این سوال جرقه زد که ما به بررسی تفاوت کاتولیک ها و پروتستان ها بپردازیم، و برای اینکه به تفاوت این دو شاخه بپردازیم مجبور شدیم از اول مسیحیت شروع کنیم، از قرن اول، و ببینیم که چی شد که کلیس مسیحیت به شاخه های مختلف تقسیم شد. تا حالا ما رسیدیم به قرون وسطا نیمه دوم، یعنی قرون 11 تا 15 که امیدوارم امروز بتونیم لااقل دیگه این قسمت رو تموم کنیم. که ما بس تا حالا به دو تا شاخه پرداختیم و رسیدیم، یکی اینکه چطوری کلیسای ارتودکس و کاتولیک به وجود اومد، که خواهر عزیز میتونن به یوتیوب مراجعه کنن به برنامه قبلی که ببینن، و بعد به امید خدا امروز شاید بپرداز شروع کنیم به بررسی شاخه پروتستان و انشعابات اون. امید خدا. پس در واقع سه شاخه اصلی میشن ارتودکس، کاتولیک و پروتستان که بعد هم اشاره میشه به شاخه های دیگه. منو ببخشید، من از دیروز هم خدمت دوستان عزیز گفتم این مقدار سرمو خوردم و گلوم میگیره. پس سریع بریم سراغ سوالات دیگه. یه مقدار آب بخور. خب پس منم آب بخورم. بله شما هم آبتون رو بخورید. بخونم که به من سوالت نکنه. صحبه وقتی میگیره دیگه گرفته. خب بعد آما اگه به خاطر داشته باشین، هفته گذشته دوست عزیز سوالی پرسیده بودن در رابطه با تفاوت‌های کاتولیک و ارتودکس و در رابطه با برزخ، که سوالشون این بود که در مورد موضوع برزخ آیا تفاوت‌های بین این دو شاخه هست یا اینکه نه، و قرار بر این شد که شما بیشتر در این باره مطالعه کنین و امروز در واقع جواب رو برای ما بیارید. من خوشبختانه با یک کشیش ارتودکس در ترکیه در تماس هستم. در اینجا بهترین مرجع من ایشون بود. باش تماس گرفتم، گفتم شما به برزخ اعتقاد دارین؟
گفت نه، کلیسای ارتودکس به برزخ اعتقاد نداره، ولی کاتولیک داره. ولی کاتولیکا داره. بله. خب مرسی، ممنون. من میخوام برم سراغ سوالاتی که هفته گذشته یه مقدار نیمه تمامون و بعد بریم سراغ سوالات این هفته. اگه یادتون باشه بهروز هم سوالی پرسیدن در رابطه با یه سری اصطلاحات، گفتن پاپ، کاردینال، اسقف، و شما این سه مورد رو توضیح دادید. در رابطه با کشیش، پدر مقدس، شبان و پاستور هم اگر لطف کنید یه توضیحاتی بدین که تفاوت‌هاشون و کلاً به چه معنایی هست، ممنون میشم. خب من دوباره سریع تکرار میکنم که در سیستم کلیسای کاتولیک بالاترین مقام مقام اسقفه. اسقف سرپرست کلیساهای یک منطقه جغرافیاییه. زیر دست اسقف چندین کشیش در کلیساهای محلی خدمت میکنن و زیر دست هر کشیش ممکنه یک یا چند تا شماس باشن. حالا پاپ و کاردینال چیه؟ همونطور که هفته پیش عرض کردم، پاپ یه اسقفه، ولی اسقفای تمام جهان، اسقفان کاتولیک در از تمام جهان جمع میشن و یکی از خودشون رو به عنوان اسقف اول از میان اسقفان برابر انتخاب میکنن که اینها رو هدایت بکنه. این میشه پاپ. پاپ چون در واتیکان، در روم، شهر روم ایتالیا ساکنه، برای کمک به کارهای خودش چند تا اسقف رو انتخاب میکنه که بهش کمک کنن. یکی میشه وزیر امور خارجه، یکی میشه وزیر امور مالی و و این اسقف ها چون به پاپ کمک میکنن و پاپ هم خودش یه اسقفه ها، نه بالاتر، این اسقف های دستیار پاپ اسمشون میشه کاردینال. خب این توی نظام کاتولیکیه. اما وقتی به نظام پروتستان میرسیم با اصطلاحات جدیدتری مواجه میشیم. فرمودید چی؟ پاستور؟ کشیش، پدر مقدس، شبان و پاستور. پدر مقدس باز میره تو سیستم کاتولیکی. خب به کشیش میگن پدر مقدس، اسقف هم پدر مقدسه، پاپ هم پدر مقدسه. در فارسی بله میشه. بله. آره. خب ولی خب مثلا در اروپا به کشیش میتونن بگن فادر، یعنی پدر، ولی به اسقف میگن مای لورد، یعنی سرور من. خب به پاپ هم که میگن مقام مقدس. خب این عناوینشونه. دیگه چی گفتین؟ شبان. شبان اصطلاحی است که بعضی از کلیساهای پروتستان استفاده میکنن. مثلا حالا میرسیم به موقعش، کلیساهای پنتیکاستی این سلسله مراتب رو ندارن. یه خادمی میشه شبان کلیسا. ممکنه اسم، حتی اسمش کشیش هم نباشه، بهش میگن خادم دستگذاری شده، ordained minister، خادم دستگذاری شده یا شبان. خب به انگلیسی هم میگن، به شبان چی میگن؟ شبان یعنی چوپان دیگه. پاستور هم یه کلمه لاتینه، اونم یعنی چوپان، شبان. دانشه این برمیگرده به سیستم بعضی از کلیساهای پروتستان که بعداً دونه دونه شرح میدیم. خیلی ممنون، مرسی. بعد اما خب رضای عزیز هم از اتریش پرسیدن که چرا کلیسای امروزه و فرقه های مختلف کتاب مکاشفه رو موعظه نمی کنن؟ علت کمتر موعظه کردن کتاب مکاشفه یوحنا که آینده رو پیش روی ما به جهت بیداری و هوشیاری تعلیم میده چه بوده و چه هست؟ خب این بستگی به مربوط به برنامه امروز ما میشه، یعنی
چیکار کنم الان جواب بدم؟ یه مقدار اگر بتونین توضیح بدین، حالا میتونیم در برنامه‌هایی که بیشتر مربوط میشه فقط بر اساس اینکه احترامی که در واقع داریم به بیننده عزیزمون حق داریم، کاملا حق داریم. ببینید واقعیت اینه که یعنی راستشو بگم هیچ کس دقیقاً نمیدونه کتاب مکاشفه چی میگه به غیر از سه فصل اول که پیام به 7 کلیسای اون زمانه. بقیه این رویدادهایی که به زبان سمبولیک از فصل 4 به بعد گفته میشه که یک حیوانی میاد 7 تا سر داره و 10 تا شاخ و یا مثلا اسبایی که دمشون مثل عقرب و اینا، ببینید هیچ کس نمیدونه. حتی در سال 391 که پدران کلیسا جمع شدند و تعیین کردند که این 27 کتاب جزء عهد جدید باشه، سر کتاب مکاشفه بحث بود. چون اونا میگفتن، ببینید اونا میگفتن که ما نمیفهمیم این چی میگه، ولی چون این نوشته یوحنای رسول بود به احترام ایشون این کتاب رو نگه داشتن. امروزه هر کسی بیاد و بگه که اون وحش یا اون حیوانی که 710 شاخ داشت مثلا استالینه، یا این دجال مثلا چی میگن، مثلا این که بگیم نیکولای خروشچوفه، نمیدونم اینه، اینا همش تخیلاته. خب مثلا یه زمانی میگفتن هیتلر همون دجاله و دیگه تموم شد، دیدیم هیتلر اومد و رفت و دجالم نبود و دنیا الان 70 سال از اون ماجرا میگذره هنوز هست. بعضی ها متاسفانه، من از دوستان کاتولیکم عذر میخوام، در آمریکا بعضی از مسیحیان پروتستان میگن مثلا پاپ دجاله. خب از این چیزا خیلی گفته میشه. در نتیجه حالا من نمیدونم چرا موعظه نمی کنن. خب میتونم موعظه، ولی راجب کدوم قسمتش صحبت کنن؟ مثلا یه واعظ بیاد راجب اون وحشی که یا حیوانی که از دریا میاد بیرون آخه چی بگه؟ ما که نمیدونیم معنی اون چیه. ما فقط معنی یکی از این تمثیل ها رو میدونیم و اونم تو مکاشفه فصل 17 که اون زنی که سوار اسب بود و لباس و چیز داشت، اونم میدونیم فقط به خاطر اینکه فرشته به یوحنا میگه این زن رو دیدی که سوار اسب بود و رو دریاها راه میرفت؟ گفت آره. گفت میدونی معنیش چیه؟ گفت نه. فرشته توضیح میده و ما الان میدونیم اون چیه، بقیهش رو نمیدونیم. مثلا من یادمه که 25 سال پیش که این سیستمای دیجیتالی و کردیت کارت مد شده بود و هر کسی یه پین نامبر داشت، شماره رمز داشت، گفتن آها این همون شماره دجاله 666 که بالاخره یه روزی اینو زیر پوستمون هک میکنن و هر کسی این کارو بکنه اون دجاله. خب ببین اینا بیشتر خیال پردازیه، البته این نظر منه ها، من ممکنه اشتباه میکنم، ولی تا اونجا که من مطالعه کردم واقعا نمیدونیم. و مسئله اینه که کلیساهای مختلف پروتستان در مورد کتاب مکاشفه عقاید متفاوتی دارن. خب که الان جزء بحث ما نیست، من نمیتونم بگم. در اینجا شاید یکی از دلایلی که کمتر موعظه میشه این باشه، ولی سه فصل اول پیدایش حاوی پیام‌های بسیار بناکننده و سازنده است. اون سه فصل اول فرق می‌کنه، ولی مکاشفه منظور. بله. ولی بقیه‌اش واقعا ما نمی‌دونیم. باید مکاشفه بشه برامون. بله. ممنون. مرسی برادر آرمان. امیر هم پرسیده که اسقف‌های ایرانی هم آیا زیر نظر کسی هستند؟ اسقف‌های ایرانی، خب باید اولا من بدونم که منظورشون از اسقف‌های ایرانی کیا هستن. من فقط این توضیح رو بدم
که ما در ایران کلیسای انگلیکن یا اسقفی داشتیم، یعنی همون کلیسای انگلستان که در رأسش ملکه انگلستانه، که این سیستم اسقف به صورت سیستم اسقفی اداره میشه، که وقتی من در ایران بودم مرحوم اسقف دهقانی روحشون شاد اسقف انگلیکن بودن و بعد اسقف متحده جای ایشون رو گرفتن و الان هم اطلاع ندارم دیگه. یعنی زیر نظر مستقیما زیر نظر پاپ هستن؟ نه نه نه، به پاپ ربط ندارن، اینها زیر نظر ملکه انگلستان هستن. بله در نهایت، بله، سیستم این کلیسای انگلیکنه. کلیسای انگلیکن یکی از کلیسای پروتستانه. نه، کاتولیک ها، شما اشاره کردین مثل اینکه در کاتولیک اسقف وجود داره، درسته؟ بله. خب حالا مثلا بگین که کلیساهای کاتولیک ایرانی، اونها هم اون اسقف ها هم زیر نظر پاپ هستن؟ بله بله، مثلا در ایران تا اونجا که من اطلاع دارم یک اسقف هست که در کلیسای کلدانی کاتولیک خدمت میکنن که ایشون بله زیر نظر پاپ هستن، ولی کلیساشون به زبان کلدانیه و فارسی موعظه نمی کنن. و یک اسقف کاتولیک لاتین هم هست که گویا بیمار بودن، نمیدونم الان کی جاشونه، بله اینا زیر نظر پاپ هستن. کلیسای انگلیکن هم به اون صورت زیر نظر ملک. اما خب دیگه ما دیگه کلیسایی با سیستم اسقفی در ایران نداشتیم. بله. و الان هم که خب دیگه همه کلیساهای فارسی زبان بسته شدن. خب بعضی کلیساها بودن که سیستم اسقفی نداشتن ولی رهبرانشون به عنوان اسقف معروف شدن، در حالی که طبق اساسنامه شون اینها نمی بایست عنوان اسقفی رو داشته باشن، چون سیستمشون اصلا اسقفی نبود. خیلی ممنون، مرسی. بعد آرمان میدونم که مخصوصا بحث در واقع جنگ های صلیبی خیلی داغ هست، سوالاتی داشتین در این مورد و هفته‌های گذشته حتی سوالات پرسیده شد و شما گفتین که صبر کنین، میخوام برسم. و مطمئن هستم بیننده‌های عزیز هم مشتاق هستن که بشنون. ولی قبل از این که بریم در واقع راجع به این بحث داغ صحبت کنیم، یه استراحت کوتاه داشته باشیم، موزیک ویدیوی زیبایی ببینیم و بشنویم، یه خورده فضا رمانتیک بشه، بعد برگردیم به جنگ ها. با ما همراه باشید. مرسی.
دست سبب ساز گویی هی پدر روحانی حاجت ما را دانی باطن ما را خانی ای شاه شاهان قادر ما را رها از نفس و شیطان دوستان عزیز همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه بحث بررسی شاخه های مسیحیت همچنان فرصت باقی هست اگر شما هم سوالی دارید نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید و همچنین فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو برای ما بفرستید تا برای شما عزیزان در دعا باشیم خب بعد اما من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم سوالاتی هست اما ترجیح میدم یه مقدار صبر کنم و حتما سوالات پرسیده خواهد شد پیش من محفوظ هستن اما میدونم که مسئله در واقع جنگ های صلیبی مهم هست و جز سوالات بوده و پرسیده شده پس اگه خواهشم بریم سراغ جنگ های صلیبی و بعد ما بین اونها سوالات رو میپرسیم ازتون خب حالا من باید با شما صحبت کنم یا با ایشون شما هر طرف که راحتین با بعدم این تن باشین منم هستم در خدمتتون بله ببینید جنگ های صلیبی از اواخر قرن 11 شروع شد یعنی 1090 مثلا حالا من خیلی اجمالی میگم خلاصه میگم ماجرا اینطوری بود که من اشاره کردم که ترکان اومدن و خلافت عرب رو برهم زدن و خودشون شدن ارباب خاورمیانه ببینید تا زمانی که عرب مسلمان بر منطقه حاکم بودن طبق سنت اسلام با مسیحی‌ها و سایر ادیان رفتار می‌کردند یعنی پیروان سایر ادیان شهروندان درجه دو بودند خب این چیزیست که همه می‌دونن و از حقوق محدودی برخوردار بودند مثلا یه مسیحی نمی‌تونست اجازه نداشت سوار اسب بشه اجازه نداشت شمشیر ببنده در جنگ ها نمیباید شرکت بکنه بلکه مالیات دو برابر میباید بده اگر بارون میومد نمیباید بیاد تو کوچه خیابون چون بارون میخورد بهش و آب نجس میشد و مسلمان که رد میشد نجس میشد کلیسایی اگر خراب میشد اجازه تعمیر نبود اجازه ساخت کلیساهای جدید هم نبود این چیزی بود که حتی تا چند دهه پیش در ایران انجام میشد من در یک کتابی خوندم در مورد یهودی‌ها در نام کرمان یا یزد که این بیچاره ها روزای بارونی اجازه نداشتم بیرون به سر خود ما هم اومده بعد بله بعد آمان میونه صحبتتون تلفن داریم از ایران نمیخوایم دوست عزیزمون رو زیاد معطل کنیم ورونیکای عزیز اگه اشتباه نکنم سلام بر شما با سلام خدمت فرز سالی عزیز برادر میلتن عزیز و جناب استاد ارجمند آقای آرمان رشدی مرسی عزیزم تشکر عزیز میکنم قبل از هر چیز تولد عیسی مسیح و سال جدید میلادی رو تبریک میگم و من ببخشید که وسط صحبت‌های شما برادر تلفن کردم و اون صحبت‌های زیبا و آموزنده رو قطع کردم ولی یه سوال خدمت استاد ارجمند داشتم برادر آرمان که در رابطه با آیین کلیسای کاتولیک بعد از اونجایی که من اطلاع دارم البته نمیدونم و مطالعه دارم در رابطه با گناهان که
کلیسای کاتولیک گناهان رو به دو قسمت کرده، گناهان کبیره و صغیره اعلام کرده. نمیدونم، شاید اشتباه کنم، به قول شما که میگید نظر من اشتباه، شما برداشت دارید، من شاید اینطوری از این نظر برداشت کردم که گناهان رو مگه میشه برادر تقسیم کرد، بزرگ و کوچیک کرد؟ گناه بالاخره گناه گناهه. میگیم چشمان خداوند آنقدر پاکه که به کوچکترین گناهی نمیتونه نگاه کنه. چطور میشه که گناه رو بیان کبیره و تغییره بکنیم؟ مثلا یه گناهان تغییره مثلا بخششش خیلی راحته، خیلی خوبه، ولی گناهان کبیره اصلا قابل بخشش نیست. و عزیزم بر من یه سوال پیش اومد که ما میتونیم گناهان رو درجه بندی کنیم؟ گناه درجه بندی داره در آیین کلیسای کاتولیک؟ اگه لطف بفرمایید جواب سوال منو بفرمایید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. تشکر. ممنون از برنامه بسیار زیبا و قشنگ. خواهش می‌کنم. ممنون. مرسی ورونیکای عزیز. ممنون از تماستون. ما هم سال نو رو بهتون تبریک میگیم. خدا نگهدارتون باشه. حتما برادر آرمان جوابگو هستن. قبل از اینکه جوابشون رو بدن یه نکته ظریف. ببین ایشون گفتن سالی عزیز، کشیش میلتن عزیز، ولی من عزیز نبودم. به من نگفتن عزیز. آخه شما استادی. استاد عزیز شما. تعاریف ها برای شما بود. نه. برنات خانم شوخی میکنم. نه. بله. ببینید من نمیتونم از طرف کلیسای کاتولیک و حضرت پاپ بهتون جواب بدم. ولی این یه واقعیته. بله ایشون کاملا درست میگن. من نمیدونم اصطلاح فارسیش چیه، ولی خب به انگلیسی میگن گناهان مرگبار، مهلک، و گناهان عادی. در واقع فارسی هم جا افتاده کبیره و صغیره. بله خب اون این بیشتر اصطلاح اسلامیه. بله اسلامی، ولی خب در فارسی جا افتاده. بعد نگاه کنم ببینم توی متونی که کاتولیکا ترجمه کردن این به چه صورته. ببینید خانم ورونیکا کاملا حق دارن، گناه گناهه، ولی خب کلیسای کاتولیک از قرنها پیش این تقسیم بندی رو انجام داده و من نمیدونم چرا. خب منم با ایشون موافقم که گناه گناهه، منتها در اینچه من نمیتونم واقعا جواب درستی به ایشون بدم، چون اینو من از اینجا که برنامه تموم شد مستقیم میرم پیش حضرت پاپ ازشون میپرسم که چرا این کارو کردن. در اینچه من الان جواب ندارم، سعی میکنم شما اینو یادآوری کنید، جز سوالات بذارید، من با دوستانی که کشیش کاتولیک هستن تماس بگیرم ببینم چرا اینا این کارو کردن. بله حق دارن. بله کاملا. دانش جوابش باشه برای هفته دیگه. حتما. ولی من خودم نظر شخصی خودم که به قول خانم ورونیکا حتما اشتباهه. ببینید یه بار مرحوم کشیش های کوفسپیان شهید یه چیز خیلی جالبی گفتن که تو گوش من موند. ایشون در مورد یکی از خادمین گفت که اگر یه نفر راجب یه خادمی صحبت میکردیم که باعث جدایی کلیسا، دو دستگی تو کلیسا شده بود خیلی وقت پیش، گفتش ایشون گفتن که اگر یه نفر زنا بکنه این یه گناهی بین خودش و خدا، ولی اگر یه نفر کلیسای مسیح رو ویران بکنه این گناه خیلی بزرگه. خیلی بزرگ. و دیدم راست میگه. خب حالا من نظر خودم رو میگم، نظر شبکه نیست ها، ولی به نظر من بزرگترین گناه، البته کاتولیکا اینو قبول اینطوری نمیگن، کاتولیکا میگن زنا و قتل و اینجور چیزا گناهان مهلک یا کبیر است. خب که لیستشو من حتما هفته دیگه میارم. ولی به نظر من ویرانگرترین گناه تکبره. تکبر.
و این گناهی بوده که شیطان در باغ عدن حوا رو به اون وسوسه کرد. گفت نه، نمی‌میری. خدا میدونه که وقتی از این میوه بخوریم مثل خودش میشیم، عارف کل، دانش کل، نیک و بد یعنی کل، همه چیز. شما مثل خدا میشین. شیطان هم گناه خودش همین بود دیگه، میخواست مثل خدا بشه دیگه، سقوطش همین بود. ببین این در وجود همه ما هست. شما نه البته سالی خانم، شما هم نه، ولی در من هست. من تازگی کشف کردم که چقدر من آدم متکبری بوده ام و هستم و خودم فکر میکردم فروتنم. یه اتفاقاتی تو زندگی من افتاد تو همین اواخر که نشون داد من چقدر متکبره و این چقدر ویرانگره. دقیقا. به قول فارسی میگن طرف شناگر خوبیه، آب گیرش نمیاد. خب؟ بله. ما فکر میکنیم که من متکبر نیستم، دیکتاتور نیستم. خیلی خوب، صبر کن، شما رو بذارن رئیس مدرسه بشین، اون موقع ببینم چه جور رفتار میکنی. رئیس یه اداره بشین، اون موقع ببینم چه جوری رفتار میکنی. رئیس مملکت بشین، پول و قدرت دستتون باشه، اون موقع ببینم چطور رفتار میکنی. خب این گناه بسیار بزرگه. بله، ولی جواب ورونیکا خانم رو هفته دیگه میدم. حتما هفته آینده. اتفاقا راحیل عزیز هم تلفنی تماس گرفتن و در جواب ورونیکای عزیز گفتن که آیا این طبقه بندی گناه به این قسمت از کلام بر نمیگرده که فکر کنم در یعقوبه که میگه که بعضی گناهان هستن که به موت ختم میشن، مثل زنا که بخشیده نمیشون. نه، این در رساله اول یوحنا فصل 5 که میگه بعضی گناهان و اسم نمیبره متاسفانه، بعضی گناهان منتهی به موت میشن، به مرگ میشن. نمیگم برای اونها باید دعا کنید. بله. اما بعضی گناهان هستن که منتهی به مرگ میشن، برای اونها دعا کنید. در جایی از کلام هم نوشته که حالا منم دقیقاً من حافظه شما رو ندارم برادر، اما که گفته میشه که ما مجاز هستیم که لغزش کنیم، اما وای به حال اون کسی که خودش که باعث لغزش دیگری بشه. و حالا البته من تا به امروز نمیدونستم که کلیسای کاتولیک گناه صغیر و کبیر داره، و جالبی که شاید واقعا اسلام هم از این قضیه الگو گرفته که گناهان صغیر و کبیره دارن. ولی خوب هست که حتما یه اطلاعاتی داشته باشیم در این رابطه. پس ممنون میشم. من یادداشت کردم اینجا که هفته آینده حتما بهش اشاره بشه. مسئله جنگ های صلیبی نیمه کاره موند. آره، یه ویدیو جنگی ببینیم بعد. نه. بله. بله، خب در رابطه با بله. ما راجع به قدرت سیاسی پاپ ها صحبت کردیم و همینطور مشغله پاپ ها با و اقوام بربر و غیر متمدن اروپایی. ببینید، یکی از دوستان جوان من لطف کردن در طول هفته یک ایمیلی برای من فرستادن که پی دی اف یک کتاب درسی سال دوم دبیرستان بود در مورد جنگ‌های صلیبی که در میخواست ایشون بگه که در ایران راجع به جنگ های صلیبی چی میگن، و من اینو خوندم و بسیار جالب و درست بود. و تو این در کتاب درسی کلاس دوم دبیرستان بسیار زیبا گفته شده که جنگ های صلیبی در واقع جنگ بین مسیحیت و اسلام نبوده. یک جنگی بوده که علل اقتصادی و اجتماعی داشته. این کاملا درسته. اما نبایدم از یاد برد، ما داشتم اینو میگفتم، ها برگردیم به اصل صحبتمون. تا زمانی که اعراب استیلا داشتن، مسیحی‌ها با این شرایطی که عرض کردم زندگی می کردن. بله.
مسلمان‌ها و مسیحی‌ها به طور مسالمت‌آمیز با این درجه بندی شهروند دوم بودن با هم زندگی می‌کردن. همونطور که توی سوریه بدبخت تا 5 سال پیش مسیحی و مسلمان و تو لبنان مسیحی و مسلمان قرن‌ها با هم زندگی کردن. هیچ مشکلی هم پیش نیامده تا اینکه از یه جاهای دیگه‌ای مشکل به وجود آورد. بله، مشکل به وجود آوردن. بله، آقا من ببخشید. باز تلفن داریم؟ تا اینکه بفهمیم از کجاها این مشکلات اومده تلفنی داریم، اما متاسفانه من ندارم اینجا اسم عزیزی رو که پشت خط هستن، اگه دوستان عزیز از روابط عمومی به من اعلام کنن. سلام بر شما. صدای منو دارید؟ دوست عزیز صدای منو دارید؟ من صدای شما رو ندارم. خب بله، مثل اینکه تماس برقرار نشده. اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرید ممنون میشم. عزم شما. بله. خب من سریع بگم. وقتی ترک ها مسلط شدن بر خاورمیانه، عرصه رو بر مسیحی ها تنگ کردن. یعنی قرن ها بود که اورشلیم یا بیت المقدس یا همون قدس دست مسلمان ها بود. بله. ولی مسیحی ها از تمام دنیا بر زیارت مرتب می رفتن اورشلیم. ترک ها که غالب شدن گفتن نه نمیشه، شروع کردن به اذیت کردن و کشتن و اینها، و این خبر به واتیکان به پاپ رسید. در ضمن چون بیزانس یا امپراتوری روم شرقی که مرکزش همون شهر استانبول بود، اونها هم مورد تهاجم ترکان سلجوقی قرار گرفته بودن. من البته خودم ترکم هم. خب پاتریارک یا امپراتور روم شرقی از واتیکان از پاپ درخواست کمک کرد، و طبق همون چیزی که خیلی زیبا در این کتاب درسی ایران نوشته شده، اروپا در مشکلات اقتصادی و اجتماعی بود. سیستم ارباب و رعیتی یا فئودالیسم بود. زمین به اندازه کافی وجود نداشت، تولید خیلی کم بود و مردم در فقر به سر می‌بردن. همه اینها دست به دست هم داد و اون مشکل مذهبی هم یعنی آزار مسیحیان به دست ترکان نه به دست مسلمان. من اینو جدا میکنم که اینجا مسلمان ها تقصیر ندارن. پاپ دستور داد که لشکرکشی بشه به طرف اورشلیم، و به این ترتیب نزدیک 200 سال، 150 سال، 200 سال جنگ های مختلفی در طول سلطنت پادشاهان مختلفی در اروپا و پاپ‌های مختلف درگیر شد. بله. و اورشلیم برای مدت‌ها دست مسیحی‌ها بود. بله. تا اینکه بالاخره شخص غیوری به اسم صلاح الدین ایوبی بله. اومد و بالاخره اورشلیم رو تصرف کرد و جنگ‌های صلیبی تموم شد. بعد آمد. تلفن شد. جنگ‌های صلیبی. آگوستین عزیز از ایران هستن. بله. سلام بر شما. سلام. خواهد سالی و سلامی کنم به جناب کشمیلتن و استاد جمعه جناب استاد آمار دوشتی. نیست ازم تماس گرفتم وسط برنامه‌تون، و اینکه من به خاطر سوالی که خواهر زنگ داده بود در مورد گناه کبیره و گناه صغیره، چون به عنوان ایماندار سنتی و قادسون که تعلیم دیدیم در کلیسامون، خواستم خدمتتون بگم، البته در حضور استاد جسارت نباشه، من مشتاقانه منتظرم که ایشون تعلیم بهتر و صحیح‌تر رو هفته بعد خدمت ما بیارم و ما از ایشون یاد بگیریم. ولی اینجا که ما گناه کبیره و گناه صغیره که داریم حقیقت و در کلیسا کاتولیک ما به دو نوع گناه اعتقاد داریم، گناه‌هایی که به سه قسمتی که به خدا گناه می‌کنیم، به نفس خودمون گناه می‌کنیم و به هم‌نوع گناه می‌کنیم. و چون منبع تمامی گناه طبق فرمایش خداوندگار ما عیسی مسیح منشأش از قلب تچشمه میگیره، محبت هم از قلب تچشمه میگیره. گناهانی هستن که محبت رو در قلب ما از بین میبره، یعنی به طور کامل قطع میکنه.
این رابطه ما با خدا را همونطور که خواهرم گفتن در رساله اول ایمان باب 5 آیات 16 و 17 گناهانی هستن که واقعا ما را از به موت منتهی میشه، ولی بعضی گناهانی هم هستن که این محبت در دل ما را از بین نمیبره، کمرنگ میکنه، ممکنه رابطه را با خدا خدشدار کنه. اما در آیین مقدس اعتراف و بخشش و توبه، در این آیین مقدس در هنگامی که نزد کشیش ما اعتراف میکنیم و ایشون با اقتداری که طبق کلام خدا بخشش گناه از کلیسا جاری میشه، با اقتدار اون که کلام ما رو میبخشند و حالا ما جریمه و کفاره ای هم داریم اینو پرداخت میکنیم، حالا هر چه کشیش مشخص کرد ما این رابطه رو به بازسازی میاریم، یعنی در واقع از خودخواهی که برو و خودمحوری ما زندگی رو به سوی خدا، به سوی زیستن با خدا و به سوی هممحور شدن با خدا میبریم و در راستای خدا میبریم. خیلی متشکرم برنامه‌تون، وقتتون رو گرفتم، خیلی خوشحال شدم با اجازهتون. ممنون، خیلی سپاسگزاریم از شما آگوستین عزیز از توضیحات مفیدی که دادین. خداوند نگهدار شما باشه و برکت خداوند با شما. و خیلی وقت بود صدای دوست عزیزمون آگوستین رو نداشتیم. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. بله کاملا درست میفرمایید. فرمودید تمام شد. صلاح الدین اومدن تو. بله. یه چیزی میخواستم بگم که متاسفانه مثل که از ذهنم پرید. بله به هر حال میخواید یه چیزی بکنیم بردارم و که شما بیشتر به قول نه ادامه بدیم، چون این بحث باید تموم بکنیم. بله مگر اینکه از اتاق فرمان دستور آره اومده دستور باشه. آره دستور که از بالا میاد لرزه به تن چون که بخش کتاب داریم اگه خاطرتون باشه یه تنفس بسیار کوتاهی داشته باشیم و برگردیم به بخش کتاب. بینندگان عزیز با ما باشید. خب بینندگان عزیز برمیگردیم به برنامه و تشکر میکنیم که شما عزیزان بیننده برنامه ما هستید. امشب با مهمان گرامی برادر عزیزمان آرمان رشدی. برادر آرمان در این خصوص در این مورد حالا میدونم صحبت شما هست جاشه، ولی کتابی هست که معرفی میخواید به ما بکنید. یعنی بله. کتاب دبیرستان ایران هم میتونیم معرفی کنیم اگه دستم بود. داره ولی واقعا من خیلی خوشحالم. آفرین به مقامات ایرانی و دانشمندانی که درست این کتاب رو بله بله واقعا رعایت انصاف رو کردن. خدا یعنی رو من فکر میکردم شاید یکمی محکوم بکنم، ولی نه، خیلی عادلانه، خیلی منصفانه. بسیارم عالی. بله. زیباست. بله. خب کتابی که در دست دارید چی برد؟ بله یک کتابی آوردم خدمت بینندگان، نمیدونم الان دوربین اینو نشون میده یا نه، به اسم تأملی بر افسردگی. تأملی بر افسردگی این یک مجموعه کتابه که تأمل عمیق یا تأملی در مثلا خشم، اعتیاد اینها هست و این یک کتاب در مورد افسردگیه که خب خیلی ها با این دست و پنجه نرم میکنن و بسیاری از مسیحیان و همینطور رهبران کلیساها فکر میکنن یا تعلیم میدن که شخص مسیحی نباید افسرده بشه و اگه افسرده میشه از ارواح خبیثه. این کتاب که نویسندگانش مسیحی ایماندار دو آتیشه هستن و من این مرکز رو میشناسم، نزدیکی همون خونه های من اتفاقاً، خیلی مسئله رو از دیدگاه کتاب مقدس بررسی کرده و چون من خودم افسردگی داشته ام و دارم دیدم که واقعا درست گفته و راه حل های خیلی خوبی ارائه کرده. این رو میتونید از مؤسسه ایلام از سایت کلمه.com تهیه بکنید یا اگر در ایران هستید به ایمیل توجه کنید، آدرس ایمیل info@kalame.com ایمیل کنید، سایت نیستا، این یک ایمیله info@kalame.com
و بنویسید که من کتاب تأملی در مسئله افسردگی رو میخوام. تأملی در مسئله افسردگی. خیلی زیبا، خیلی ممنون برادرمان عزیز. و البته بینندگان عزیز، در این مورد هم اگر میخواید بیشتر اطلاع داشته باشید، همواره میتونید به شبکه سرسلم پارس هم زنگ بزنید بپرسید در مورد این کتاب ها. و خیلی متشکرم برادرمان عزیز. عزیزان برمیگردیم به برنامه، با ما باشید با یه تنفس کوتاه دیگه. در دنیای امروز تلفن های همراه هوشمند و اینترنت بخشی بسیار مهم و جدایی ناپذیر را در زندگی های ما تشکیل می دهند. اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که در عصر ارتباطات هر روزه با اینترنت سر و کار دارید و از طریق کامپیوترهای شخصی، تلفن‌های هوشمند و یا لوح‌های الکترونیکی با دنیای خارج ارتباط برقرار می‌کنید، خبر خوشی برایتان داریم. خوشحالیم تا به اطلاع شما برسانیم که از این به بعد نه تنها از طریق وایبر بلکه از طریق اسکایپ هم می توانید با برنامه‌های زنده همراه با شما ارتباط مستقیم برقرار کنید. برای تماس از طریق اسکایپ کافی است تا نام 107 پارس را در قسمت جستجو تایپ کرده و با برنامه‌های زنده همراه با شما ارتباط برقرار کنید. خب بینندگان عزیز، تقریبا به دقایق آخر داریم میرسیم و با تشکر یه چیزی دیگه هم عرض بکنم. مترجم این کتاب خود برادر عزیزمون آرمان هستن. اینا بگم که به هر حال ایشون واقعا زحمت میکشن برای این کتاب و قدر شما رو میدونیم برادر آرمان عزیز. چون که وقتمون کم هستش، میخواید ادامه بدیم که این بله. مسئله ای رو من که من یادم اومد بله. خواستم بگم، برای همین گفتیم به تنفس داشته باشه. ما من اول برنامه چی گفتم؟ گفتم ببین، ما در روزگاری زندگی میکنیم که همه چیز عوض شده بله. حتی دیدگاه های مذهبی ما. درست. ببینید، من میدونم که بسیاری از هموطنان مسلمان ما و همینطور ایمانداران ما این سوال برشون مطرحه که چرا پاپ و مسیحیت اون زمان این دستور مسیح رو که اگر یه سیلی زدن این ور سور گونه دیگر رو هم برگردون و این که دشمن خودتو محبت کن، چرا این کار رو انجام ندادن؟ بله. بلکه برعکس رفتن جنگیدن. خب این سوال رو همه میکنن بله. که چرا اون زمان این مگه مسیحیت دین محبت نیست؟ مگه مسیحیت دین این نیست که دشمنتو ببخش؟ بله. بله همه اینا هست بله. ولی ببینید، من سعی کردم در طول این چند برنامه کلیسا رو در چارچوب زمان خودش در هر دوره قرار بدم. ببینید من چی عرض کردم؟ که کلیسا و پاپ تبدیل به یک قدرت سیاسی شده بود. درست. مسیح فرمود که پادشاهی من از این جهان نیست. اگر بود یارانم می جنگیدن که من دستگیر نشم، اما پادشاهی من از این جهان نیست. اما در این زمانی که ما درش هستیم، یعنی قرن 11، همونطور که هی گفتیم که سنت کلیسا و مسیحیت مثل درخت کریسمس بود که انقدر تزیینات گذاشتن روش که اصلا یه چیز دیگه شده بود، یعنی در قرن 11 مسیحیت اصلا اینی نیست نبود که ما الان میبینیم. یه حکومت بود و از آرمان‌های انجیل و تعالیم مسیح بسیار فاصله گرفته بود. اصلا این نبود. خب حالا در چنین شرایطی شما پاپ هستی، خب می‌بینید که شکایت می‌کنن که آقا در اورشلیم مسیحیان ایتالیایی و فرانسوی که میرن زیارت یا انگلیسی می‌کشن. در ضمن از استانبول، قسطنطنیه هم ازتون درخواست کمک میکنن. شما به عنوان یه مقام سیاسی و رهبر مسیحیت اگر اون زمان بودیم چی کار، چه تصمیمی میگرفتیم؟ من نمیدونم شما چی تصمیم میگرفتیم، اما من میدونم خودم چه تصمیمی میگرفتم. من هم همون کارو میکردم. منم میرفتم میجنگیدم. ببینید تو اون شرایط ها اصلا
کاری نداشته باشه که امروز من بله. کیم بله. من چیم بله. اون زمان چه جوری بود خب این مسائل رو باید در نظر داشته باشیم و نشینیم بیرون گود بگیم لنگش کن و کسی رو هم محکوم نکنیم. کلیسا رو و مسیحیت رو باید در هر دوره مطابق شرایط اون زمان بله. مورد قضاوت قرار داد. بله. اون زمان مسیحیت تبدیل شده بود، حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، به یک حکومت سیاسی بله. به یک قدرت، به یک اقتدار بله. بله. خب و میبایستی بالاخره یک کاری میکردن. بله. این که حالا سلجوقیان دشمن شما هستن باید ببخشیم، یعنی چی کار کنیم؟ بذاریم هی ما زائر بفرستیم هی بکشن؟ دقیقا نمیتونن. و جالب اینه که بردار ما چرا خودمون رو دشمن بکنیم، دشمن به جای دشمن برسونیم خودمون رو در اون مرحله و بعد تازه شروع کنیم این آیات رو تفسیر بکنیم. نه. یه دشمن دشمنه دیگه، وقتی که به قول شما من ببینم کسی همین حالا میاد تو خونه من خادم خداوند هستم در قرن 21 آفرین درسته؟ در قرن 21 میخواد به زنم تجاوز کنه بله. میخواد چیکار باید بکنم؟ بگم بله. هللویا بفرمایید خیلی خوش اومدید بله. نمیشه. بالاخره یک دفاعی بله. وجود داره اینجا، چه از نظر مدنیش، اجتماعیش، حتی آن چیزی که خود خدا در وجود بله. ما به عنوان دفاع گذاشته بله. آمین. من در تایید فرمایش شما قبل از شروع برنامه گفتم چجوری از یه پیشنهاد مالی بله. گمراه کننده انصراف دادم. آره خب این چون به من پیشنهاد شده بود، خب من از حق خودم گذشتم، ولی خیلی سال 10-15 سال پیش یه اتفاقی از طرف اتوبوس مدرسه دخترم برای دخترم افتاد. خب اینجا دیگه من نمیتونستم، از مسئله حق من نبود، حق دخترم بود و من نزدیک بود کارو بکشونم به دادگاه بلد. و دخترم هم دید که پدرش داره از حقش دفاع میکنه. انقدر نامنگاری اداری کردم که عذرخواهی کردن شهرداری بلد. و اون شرکت اتوبوسرانی و دستور دادن که راننده ها از این بعد مثلا اینطور یا اونطور بکنن. خب اون چون حق دخترمه بلد. من از حق خودم میتونم بگذرم ولی بله. از حق دیگری که نباید بگذرم. دقیقا. من میتونم اگر این ور صورتم سیلی زدن اون ور رو برگردونم. اگر فردا خدایی نکرده یه نفر به صورت دخترم یا پسرم بله. سیلی بزنه، اون وقت ببینید من چی کار میکنم. تازه این سیلی چی باشه بعد ما نه بله. برای چه هدفی باشه بله. منظور خداوندمون بله. هست. ولی برای خاتمه این بحث جنگ های صلیبی بله. باید به پیامدهاش هم توجه بکنیم. جنگ های صلیبی برای اروپا اگر بگم برکت آورد بله. اغراق نکردن بله. چون که اولا بعد از قرنها اروپایی که اروپای غربی که تو خودش فرو رفته بود، تو مشکلات خودش با ژرمنها و فرانکها و آنگلو ساکسونها که الان تو اروپا دیگه همه اروپا دست اوناست دیگه، برای اولین بار با یه دنیای جدیدی آشنا شدن، راه‌های بازرگانی باز شد و این خیلی اصلا اروپا رو دوچار رونق کرد. بله. مهمتر از اون غربی ها با علوم اسلامی آشنا شدن. قرن ها بود که در اروپا بعد از سقوط امپراتوری روم غربی دیگه آثار افلاطون و ارسطو دیگه وجود نداشت. غربی بله. بله. ها وقتی با مسلمون ها عرب ها آشنا شدن دیدن ای بابا اینا آثار ارسطو و افلاطون رو از یونانی به عربی ترجمه کردن بله. و اینها این دانش رو با خودشون برگردوندن به اروپا بله. و همینطور نجوم، ریاضی مهم. اصلا واقعا یک انقلابی بله. شد و موجب اتحاد هم دیگه هم شدن بله. و این اون چیزی شد که ریشه اون نهضتی شد که ما بهش میگیم رنسانس. رنسانس درست. یعنی احیای فرهنگی و هنری در غرب.
مرسی بابا. مرسی بعد آرمان. تلفنی داریم، سارای عزیز از کانادا هستن. سلام بر شما سارا جان. سلام، حالتون خوبه؟ درود بر همتون. مرسی. سلام عزیزم. درود بر شما آقای کشیش آرمان. مرسی. من کشیش نیستم، من فقط آرمانم. اوکی. من می‌خواستم در مورد همین جنگ‌های صلیبی که شما گفتین، این مسلمان‌ها یه چیزی که به قول معروف حربه قرار میدن، اینه که چرا پس مسیحی‌ها می‌جنگیدن، می‌کشتن، چرا در رابطه با مثلا جنگ‌های اسلامی که می‌کشتن اینا ولی خودشون هم می‌کشتن؟ اصلاً موضوعی نیست، اصلا توجه به این نمی کنن که محمد داشت لشکر اسلام معروف بود اون زمان، بعدش هم همینطور، بعد از اینکه محمد هم در قید حیات نبود عمر گرفت ریاست ها و حمله می کرد. اون زمان هم که به ایران حمله کردن محمد اصلا در قید حیات نبود، عمر بود که حمله کرد که بهش می گفتن امیرالمومنین اون زمان و حکومتی بود، یعنی اصلا محمد حکومت می کرد. لشکر اسلام که محمد رئیسش بود که 72 تا جنگ کرد در 8 سال که اسلامو بخواد چیز کنه، میگه هر کی که مسلمان نیست کافره باید کشته بشه. این همین توی قرآن هست، من نمیدونم چرا مردم توجه نمی کنن. ولی مسیح اینو نگفت، نه مسیح لشکر داشت نه جنگ کرد نه دستور جنگ داد. اگر هر اتفاقی افتاده صدها سال بعد از اینکه مسیح به آسمان رفت این اتفاق افتاد و مردم این کار رو کردن، اصلا هیچ ربطی به نه مسیح داشت نه دستورات اون. اینا کتاب مقدس رو نمیخونن، ولی در دین اسلام 100% محمد بود که دستور حمله میداد و لشکر داشت و حمله میکرد و حکومت میکرد اون زمان. اصلا اون جنگایی هم که میکردن هیچ ربطی به خدا نداشت، اینا فقط به خاطر اینکه مکه رو داشته باشن واسه خودشون و شهرهای دور و بر یا کشورگشایی یا هر چی، اینا اصلا هیچ ربطی نداشت دیگه به خدا و اینجور چیزا. ولی متوجه نیستن مردم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. تشکر سارا جان از تماستون و صحبتی که برای دادین. خدا نگهدارتون باشه. برای یه توضیح کوتاه اگر دارید بدین بدم بون که بعد این سوال. خب ببینید، ما هدفمون این نیستش که جواب مردم عادی رو بدیم، مردمی که حتی یک کتاب نخوندن و حتی این کتاب درسی دوم دبیرستان رو هم نخوندن. خب ما اینجا برای کسانی صحبت، مد نظرمون علمای اسلامی هستن که بی‌طرفانه دارن مسائل رو قضاوت میکنن. خب اونها خودشون همه اینها رو میدونن و در ضمن خرساره عزیز من عرض کردم که در قرن 11 که جنگ های صلیبی شروع شد، اون چیزی که ما میگیم مسیحیت هزاران فرسنگ از اون چیزی که مسیح تعلیم داد فاصله گرفته بود. البته بعدها، حالا این رو هم بگم که انصاف رو رعایت بکنیم، حضرت پاپ ژان پل دوم با شهامت از مسلمان‌ها عذرخواهی کردند به خاطر جنگ‌های صلیبی، ولی خب البته مسلمان‌ها عذرخواهی نکردند. خب به هر حال حضرت پاپ این کارو کردند و الان کلیسای کاتولیک امروز که حالا بعداً تشریح می‌کنم دیگه اون کلیسای قرون وسطا نیست، دچار تحول و احیا شده و اصلا یه چیز تبدیل به یه چیز دیگه شده که به موقعش خواهیم گفت. ولی شما حق دارید، بله. خب ما وارد اصلا اون بحث تفاوت اسلام و مسیحیت نمیشیم، ولی توجه داشته باشید که مسیحیت در قرن 11 دیگه از آرمان‌های مسیح بسیار فاصله گرفت. ممنون. بعد از آرمان ببخشم. این برنامه ادامه دار خواهد بود. دوستان عزیز حتما برنامه‌های هفته‌های آینده رو هم تماشا کنید و بیشتر اشاره خواهد شد به این موضوعات. اما وقت دعا هست برای شما عزیزانی که برای ما درخواست‌های دعاتون رو فرستادید، پس با ما همراه باشید.
خب بینندگان عزیز، وقت دعاست و به خاطر اینکه وقت ما کم هست اجازه بدید که سریع بپردازیم در اتحادی که با برده عزیزمون آرمان سلی عزیز شما بینندگان خودتون داریم برای دعاهای شما. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که دعای ما رو در نام خداوندمان عیسی مسیح میشنوی. پس در نام عیسی مسیح، همونطوری که فرمودی، شما رو هرگز رها نخواهم کرد. همین برای مسعود عزیز میطلبیم که فرمودند که خداوند دستور رو رها نکنی. برای حسن عزیز هم دعا میکنیم در سختی ها صبور باشن، محکم باشن. بله، در سختی هاست که تو خداوند زنده همواره خودت را نشان داده ای و تو را شکر میکنیم برای این امر. برای درخواست خانم افسانه دعا میکنیم برای قوی شدن در ایمان و حکمت و حضور خداوند برای خودشون و همچنین آقای مهرداد عزیز. برای درخواست شبنم خداوند که دعای برکت برای زندگی، نمیدونم اگر این رو درست میگم، شونک، یا اگر ببخشید اگر اشتباه میگم این اسم رو، ولی برای برکت ایشان دعا میکنیم در نام خداوند زندمون، ای خداوند که او را شامل باشی. و همچنین درخواست طاهری عزیز رو برای دعا داشتم و همچنین برای حکمت ایشان به حضور مبارک تو میاریم ای خداوند. درخواست آقای محمد رضا رو به حضور مبارکت میاریم که میخوان هر بدی رو به نیکویی خودشون تبدیل کنن و همچنین برای فرزندانت این آرزو رو میکنن. به یادم میندازه ای خداوند عزیز پولس رسول رو که میگه مغلوب بدی نباشید، بلکه نیکویی رو، بدی رو با نیکویی خودتون آن را در پیروزی بیارید. خداوند تو رو شکر میکنم برای مواردی که دعا کردیم و برای موارد دیگه هم ایمان دارم که تو جواب خواهی داد در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. همینطور برای آرمن دعا میکنیم، برای مشکلات مالیشون و پر شدن از روح القدس، برای مریم خانم، برای چشم‌ها و پاهاشون، برای خانم سهیلا، برای سردردهای بدی که دارن و سلامتی ریه‌هاشون، برای خانم راهیل، برای قبولی در امتحان زبان و پذیرش دانشگاه و ایمان آوردن عطیه، برای هانی خانم دعا میکنیم برای برکت کارشون، برای بینندهی که خواستن برای مشکلاتشون و دریافت وامشون دعا کنیم و همینطور برای برادر رضا که خواستن برای کلیه دخترشون شفا بگیرن. همه اینا رو به نام مسیح میطلبیم. آمین. خیلی ممنون، تشکر برادر آرمان. مرسی، تشکر از حضورتون و ممنون از شما دوستان عزیزی که با ما همراه بودید. میخوام یه پیشنهاد بکنم به بینندگان عزیز. میدونین که این برنامه ادامه دار هست. اگر این برنامه برای شما هم جالبه، یه مقدار حس کنجکاویتون حتی برانگیخته میشه، چرا که نه، یک هفته فرصت دارید که برید و یه مقدار جستجو کنید. اگر شما هم اطلاعاتی دارید جمع‌آوری کنید، اگر سوالی براتون پیش میاد و یا اینکه شاید نظری متفاوت داشته باشید، حتما در هفته آینده صحبت‌هاتون رو ارائه بدید و خیلی برنامه میدونم چالش برانگیزتر هم خواهد شد. موافق هستین بعد از اون؟ بله بله. دوستان عزیز، تکرار برنامه امشب رو میتونید فردا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران و روز پنجشنبه 3 بامداد به وقت ایران تماشا کنید و ضبط شده برنامه بر روی یوتیوب ساتن فاس و فیسبوک همراه با شما. فردا شب هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع مسائل مسیح با آقای کوروش جهانشاهی. خوشحال میشیم که با این برنامه هم همراه باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید که تلفن های ما 24 ساعته 7 روز هفته باز هستن و میتونید دائما با ما در تماس باشید. اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، اگر میخواین از مشاورین ما مشاوره بگیرید، درخواست های دعاتون رو همچنین میتونید برای ما بفرستید و ما آماده خدمتگذاری به شما دوستان عزیز هستیم، بودیم و خواهیم بود. و باز هم ممنون از اینکه با ما در تماس هستید و برنامه های خودتون رو میبینید. مواظب خودتون باشین. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. مرسی. خدا حافظ. شب بخیر. مرسی مادر. میشه رنگ آسمون، زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد، بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.